شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به گزارشی درباره برنامه معرفی رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ توسط نخست وزیر نریندر مودی به هندیان ساکن در سراسر جهان که تنظیم و تهیه شده از محمد ولی الله ولی است. شهر هاستون در تکساس ایالات متحده آمریکا از نخست وزیر هند نریندر مودی در مراسم عمده شایانی موسوم به هاودی مودی استقبال نموده. این مراسم یکی از سلسله های پذیرایی نخست وزیر مودی به نظر می رسد که با برگزاری نمایش پرشکوهش در میدان مدیسن اسکوایر در سال 2014 میلادی در نیویورک آغاز گردیده. این یک برنامه 90 دقیقه‌ای شامل هنرنمایی 400 هنرپیشه بوده که ازدحام حضار گرامی را دلگرم و آماده به استقبال نمودن از نخست وزیر مودی و رئیس جمهور ترامپ در صحنه مشترک ساخته. نخست وزیر مودی با آغاز نمودن خطابش گفت: نخست وزیر مودی به بیش از 50,000 نفر در مراسم هاودی مودی یعنی چطور هستید مودی خطاب کرد. آقای مودی با اطمینان دهی مجدد گفت که همه چیز خوب است. او این جمله را تقریبا به 8 زبان از جمله پنجابی، گوجراتی و بنگالی به حضور ریاست جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ در مجمع حضار گرامی در استادیوم NRG در هاستون بازگو نمود. بزاج مجامع چھے انتا باگندی ایلا چننا گرے ایلام سو کیام सर्वच्छान चल आए सब खूब भालो सबु बल्ला अच्छी एवरीथिंग इज फाइन। نخست وزیر مودی در حین خطاب به این همایش عمده گفت: او گفت که تاریخ جدید و حرکات و سکنات جدید در این محل هاستون به وجود می آیند. نخست وزیر گفت که حضور ریاست جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ و گفتگوی سناتورهای آمریکایی درباره پیشرفت هند احترام گذاری از دستاورد 1.3 میلیون نفر از هندیان است. او افزود که انرژی در این استادیوم نشانگر همگرایی روزافزون ما بین هند و ایالات متحده می باشد. نخست وزیر نریندر مودی رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ را به آمریکایان در این مراسم عمده هاودی مودی به عنوان یک شخصیت بسیار ویژه معرفی نموده که حضورش در این مراسم نشان می دهد که هند یک دوست واقعی و صمیمی کاخ سفید است. فرندز، دیس مورنینگ وی هاو آقای مودی در حین خطاب به بیش از 50,000 نفر از هندیان آمریکایی در استادیوم NRG گفت که این مایه افتخار و امتیاز برای اوست که او از رئیس جمهور ترامپ در این استادیوم و گرد همایی شایانی استقبال می کند. His name comes up in almost every conversation in the world on global politics. His every word is followed by tens of millions. He was a household name and very popular even before he went
and to occupy the highest office in this great country. نخست وزیر مودی از آقای دونالد ترامپ ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در این مراسم می هادی مودی در هاستون به طور شایانی حسن استقبال نمود. From CEO to commander in chief, from boardrooms to the oval office, from studios to global stage, from politics to the economy and to security, he has left a deep and lasting impact everywhere. The President of the United States of America, Mr. Donald Trump. This is extraordinary. This is unprecedented. نخست وزیر مودی مضافاً ابراز نمود. Friends, as I told you, نخست وزیر مودی گفت که او چندین بار با رئیس جمهور ترامپ ملاقات نموده و هر بار او را صمیمانه، دوستانه، قابل دسترسی، با انرژی و نشاط انگیز یافته. سپس نخست وزیر مودی بر اهمیت روابط مردم به مردم تاکید وارد آورده و گفت: Essence of leadership, a passion for America, a concern for every American, a belief in American future and a strong resolve to make America great again. نخست وزیر مودی گفت که مردم در مرکز همه روابط قرار دارند، از هاستون به حیدرآباد، از باستون به بنگلورو، از شیکاگو به شیملا، از لاس انجلس به لودهیانا. نخست وزیر مودی گفت که رئیس جمهور ترامپ قبلا اقتصاد ایالات متحده آمریکا را بار دیگر محکم ساخته است. او گفت که این چیزها را برای ایالات متحده و جهان داشته است. Friend, we in India have connected well with President Trump. The words of این کلمات نخست وزیر مودی که اب کی بار ترامپ سرکار یعنی بدین مرتبه دولت ترامپ در فضای استادیوم تنین انداز شد. Rang loud and clear, and his celebration of Diwali in the White House lit up millions of faces. With joy and appreciation. نخست وزیر نریندر مودی با این خطابش در استادیوم انرژی بار دیگر صلاحیتش برای جلب نمودن توجه به رهبری و سیاست مداریش را در این صحنه جهانی جلوه‌گر ساخت. شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می‌نماییم به رویداد قسط دوم مراسم هادی مودی که مبنی بر سخنرانی ریاست جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ درباره هند است. مناسباتی ما بین هند و ایالات متحده در سالهای اخیر مزیداً گرم و صمیمانه شده و همکاری ما بین این دو کشور در سراسر زمینه‌های اقتصادی و سیاسی محکم گردیده است. ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ به آقای نریندرا مودی نخست وزیر هند در مراسم عمده تحت عنوان هاودی مودی در تکساس پیوست. به دعوی ناظمان مراسم مذکور، این بزرگترین رویداد از لحاظ تعداد شرکا برای یک رهبر منتخبه خارجی در سرزمین آمریکایی بوده. رئیس جمهور ترامپ و نخست وزیر مودی در وسط کف زدن و هلهله تحسین و آفرین وارد استادیوم NRG مشتاق شدند. رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ سخنرانی 30 دقیقه‌ای خود را درباره هند و آمریکایان هندی در این رویداد هاودی مودی در هاستون مرکز انرژی جهان واقع در تکساس ایراد نموده که
طرزی تازه‌ای را در مناسبات پاینده این دو دموکراسی جهان به وجود آورده. رئیس جمهور دونالد ترامپ با تبریک گفتن از طریق تحسین و استقبال سخنرانی خود را با ستایش نخست وزیر مودی آغاز نمود. آقای ترامپ گفت نخست وزیر نریندرا مودی کار استثنایی را برای هند و شهروندانش می کند. او به نخست وزیر مودی برای پیروزی انتخاباتی شایانی بی سابقه ایش تبریک گفت. Hello Houston, I am so thrilled to be here in the great state of Texas with one of America's greatest, most devoted and most loyal friends, Prime Minister Modi of India. Thank you. Thank you. And Prime Minister Modi is doing a truly exceptional job for India and for all of the Indian people. It is my immense privilege to be here with him today at this profoundly historic event. We're especially grateful to be joined by over 50,000 incredible members of our nation's thriving, prospering, flourishing, and hardworking Indian American community. Thank you. Just a few months ago, in the largest democratic election in the history of our world, 600 million Indians went to the polls and voted overwhelmingly for his party. Congratulations, Mr. Prime Minister. رئیس جمهور ترامپ از سیاست‌های موافق رشد نخست وزیر مودی تقدیر نموده و گفت هند تحت رهبری نخست وزیر مودی تقریباً 3000 میلیون نفر را از فقر و فلاکت بیرون کشیده است که به هر حال بی‌نظیر است. او گفت که جهان تحت رهبری نخست وزیر نریندرا مودی یک دموکراسی محکم و موفق و پر رونق را مشاهده می‌کند. Under Prime Minister Modi's leadership, the world is witnessing a strong, sovereign, and thriving Republic of India. In a single decade, with the help of Prime Minister Modi's pro-growth reforms, India has lifted nearly 300 million people out of poverty, and that is an incredible number. Incredible. That's incredible. In the next decade, 140 million Indian households will rise to the middle class. In both India and the United States, we're seeing something really remarkable. Our people are prospering like never before because we are slashing bureaucracy and cutting job-killing red tape. ریاست جمهوری ایالات متحده از جامعه هندی برای سهم و خدماتشان سپاسگزاری نموده و گفت که حکومتش متحد به بهبودی جامعه هندی است. Prime Minister Modi and I have come to Houston to celebrate everything that unites America and India, our shared dreams and bright futures. I've also come to express my profound gratitude to the nearly 4 million amazing Indian Americans all across our country. You enrich our culture. You uphold our values. You uplift our communities, and you are truly proud to be American, and we are proud to have you as Americans. We thank you. We love you, and I want you to know my administration is fighting for you each and every day. ریاست جمهوری ایالات متحده ترامپ از طریق گفتن این که ما واقعا با دارا بودن شما به عنوان آمریکاییان متفاخر هستیم نیز از جامعه هند و آمریکایی تجلیل شایانی نمود. آقای ترامپ آن گردهمایی بزرگ در استادیوم NRG در هاستون را به عنوان گردهمایی خود آمریکایی محسوب نموده با اعلام این که من می توانم به شما بگویم که شما هیچ وقت به عنوان رئیس جمهور دوست بهتر از رئیس جمهور ترامپ نداشته بودید. In my campaign for president, I promised all of that. If we were elected, India would have a true and great friend
in the White House, and I can tell you, you have never had a better friend as president than President Donald Trump. That I can tell you. رئیس جمهور ترامپ گفت که رهبری مابین ایالات متحده و هند محکم تر از قبل می باشد و پیوندها مابین ایالات متحده و هند مبنی بر مشترکات این دو کشور می باشد. On this day I'm happy to report that the relationship between the United States and India is stronger than ever before. The ties between our two nations are grounded in our common values and our shared commitment to democracy. We are free nations with great faith and a fierce devotion to our national independence. We are governed by the rule of law, guided by commitment to justice, and strengthened by our love of liberty. Our two national constitutions both begin with the same three beautiful words, we the people. رئیس جمهور ترامپ جامعه هندی امریکایی را برای سهم و خدماتش به زمینه‌های مختلف مانند علوم، داروها، بازرگانی و فناوری مورد تحسین و آفرین قرار داد. Every day the Indian American community is helping to strengthen our country and build our future. Indian Americans are pioneering groundbreaking medicines to save countless lives. They're developing revolutionary technology that is changing the world, and they're founding new businesses that provide jobs to thousands of our fellow citizens. Prime Minister Modi, I look forward to working with you to make our nations even more prosperous than ever before. آقای ترامپ با تداوم سخنرانی‌اش امنیت در مرز ایالات متحده آمریکا و مکزیک را با تنش‌ها مابین هند و پاکستان در منطقه آتش افروز کشمیر مقایسه نموده. او گفت هر دو هند و ایالات متحده نیز درک می‌نمایند که برای محفوظ نگه داشتن جامعه‌مان ما حتما بایستی از مرزهایمان نگهداری نماییم. Both India and the United States also understand that to keep our community safe, we must protect our borders. Since taking office, my administration has launched a far-reaching effort to improve screening and vetting of applications for entry. We are working hard to ensure that those who would threaten our security are denied admission into our country, and we are enhancing our vetting efforts like never before, not even close. We're doing it on a daily basis, and we'll soon be setting records in every one of the aspects of border security. Border security is vital to the United States. Border security is vital to India. We understand that. رئیس جمهور ترامپ طی خطابی است به یک همایش 25,000 نفر از تماشاگران در استادیوم NRG گفت هند و ایالات متحده متحد به نگهداری از شهروندان بیگناه از تروریسم رادیکال اسلامی می باشند. To keep our nation safe, the United States and India are forging an even stronger security partnership. U.S. defense sales to India have also reached $18 billion over the past decade. We make the greatest defense mechanisms and equipment anywhere in the world, and India knows that well. We're looking forward to concluding several new defense deals very soon. There are a lot of them in the works. Here in America, we're creating the United States Space Force, and we're working closely with India to enhance space cooperation. In November, the United States and India will demonstrate a dramatic progress of our defense relationship, holding the first ever tri-service military exercise between our nations. It's called Tiger Triumph. Good name. It's a good name. Very good name. Today we honor all of the brave American and Indian military service members who work together to safeguard our freedom. We stand proudly in defense of liberty, and we are committed to protecting
innocent civilians from the threat of radical Islamic terrorism. این اظهارات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ حائز اهمیتی است، چنان که هند اخیراً جموں و کشمیر را برای محافظت این منطقه از تروریسم تحت پشتیبانی پاکستان مجدداً تشکیل داده است. پرزیدنت ترامپ اظهار اعتماد به نخست وزیر مودی نموده و او را بر سر انجام دهی کار عظیم برای مردم هند مورد تمجید و ستایش قرار داد، در حالی که رئیس جمهور ترامپ سخنرانی‌اش را جمع‌بندی می نمود، او از سوی جامعه هندی آمریکایی مورد تحسین و ستایش قرار گرفته. این رویداد هاودی مودی پیروزی بزرگی است، چنان که این دو رهبر شیوه های مشابهی را به نزدیک همدیگر آورده که خودشان را به عنوان قهرمانان مبارزه عموم مردم علیه مؤسسه متجاوز مجسم می نمایند. شنوندگان گرامی، اینا گوش فرا بدهید به گزارش رویداد مرحله سوم مراسم هاودی مودی مبنی بر سخنرانی نخست وزیر هند نارندرا مودی که درباره مسائل جهانی است. شهر هاستون واقع در تکساس ایالات متحده آمریکا از نخست وزیر نارندرا مودی در این مراسم عمده شایانی حسن استقبال نمود. نخست وزیر مودی به بیش از 50,000 نفر در این مراسم در استادیوم NRG در هاستون خطاب کرد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در این مراسم با نخست وزیر مودی همراهی نموده. نخست وزیر مودی در حین خطاب به همایش بزرگی گفت که تاریخ نو و تأملات روانی نو در این رویداد در هاستون به وجود می آیند. نخست وزیر نارندرا مودی اظهار داشته که هند از میراث دارد و در جهت معماری یک هند جدید هرچه کار سرسخت ممکنه را می کند. او اکیدن گفت که تلاش ها برای معماری یک هند جدید و بهتر جاری است. او مضافاً گفت که هند در جهت مبدل نمودن ناممکن به ممکن می کوشد. ساتھیو، 2019 کے چناؤ نے ایک اور نیا ریکارڈ ثابت کیا. After 6 decades, 60 साल के बाद ऐसा हुआ जब पूर्ण बहुमत के साथ बनी कोई सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करके पहले से ज्यादा संख्या बल के साथ लौटी. ये सब आखिर क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ? जी नहीं, मोदी की वजह से नहीं हुआ, ये हिंदुस्तान वासियों के कारण हुआ है. साथियों, धैर्य हम भारतीयों की पहचान है, लेकिन अब हम अधीर है देश के विकास के लिए. 21वीं सदी में देश को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए आज भारत का सबसे चर्चित शब्द है विकास. आज भारत का सबसे बड़ा मंत्र है सबका साथ सबका विकास. आज भारत की सबसे बड़ी नीति है जन भागीदारी, पब्लिक पार्टिसिपेशन. आज भारत का सबसे प्रचलित नारा है संकल्प से सिद्धि. और आज भारत का सबसे बड़ा संकल्प है न्यू इंडिया. با نشان دادن دستاوردهای دولت ائتلاف دموکراتیکی ملی در 5 سال گذشته، نخست وزیر هند گفت که 1300 میلیون نفر از هندیان چیزها را که در طول 5 سال گذشته به دست آورده اند هیچ کس نتوانست حتی تصور آن داشته باشد. او از اقدام تحولگرایی به عمل آورده شده از دولتش در رابطه با فراهمی استوانه های گاز آشپزی خانگی، بهترسازی مراقبت بهداشتی روستایی، ایجاد زیربنای خیابانی روستایی و گشایش دادن حساب‌های بانکی تذکر داد. بیت 5 سالوں میں 130 کروڑ بھارتیوں نے مل کر ہر چھیتر میں ایسے نتیجے حاصل کیے ہیں جن کی پہلے کوئی کلپنا بھی نہیں کر سکتا تھا. وی آر ایمنگ ہائی،
وی آر اچیونگ ہائر. بھائی اور بہنوں، 7 دشکوں میں دیش کا رورل سینیٹیشن 38% پہنچا تھا. 5 سال میں ہم نے 11 کروڑ یعنی 110 ملین سے زیادہ شوچالے بنوائے. آج رورل سینیٹیشن 99% پر ہے. دیش میں کوکنگ گیس کنیکشن بھی پہلے 55% کے قریب تھا. 5 سال کے بھیتر بھیتر ہم نے اسے 95% پہنچا دیا. صرف 5 سال میں ہم نے 15 کروڑ یعنی 150 ملین سے زیادہ لوگوں کو گیس کنیکشن سے جوڑا ہے. بھارت میں رورل روڈ کنیکٹیویٹی یہ بھی پہلے صرف 55% تھی. 5 سال میں ہم اسے 97% تک لے گئے. صرف 5 سال میں ہم نے دیش کے گرامین علاقوں میں 2 لاکھ کلومیٹر یعنی 200,000 کلومیٹر سے زیادہ سڑکوں کا نرمان کیا ہے. بھارت میں 50% سے بھی کم لوگوں کے بینک اکاؤنٹ تھے، آج 5 سال میں لگ بھگ 100% پریوار بینکنگ ویوستھا سے جڑ چکے ہیں. نخست وزیر مودی تعهد دولتش به آسانی زندگانی و آسانی بازرگانی را تکرار نموده. او ایده‌ای از افتخاراتی که توسط دولت هند برای تضمین آسانی زندگانی به شمول از بین بردن قوانین کهنه و متروک، تضمین فراهمی سرویس های سریع‌تر، نرخ ارزون داده ها، اقدام محکم علیه فسادکاری، اجرای مالیات بر کالاها و سرویس ها و غیره را نشان داد. او اظهار داشت که عمران تحت دولتش بے ہر قدام شہروند ہند خواہد رسید. ساتھیوں، ہمارے لیے جتنا ایز آف ڈوئنگ بزنس کا مہتو ہے اتنا ہی ایز آف لیونگ کا بھی، اور اس کا راستہ ہے ایمپاورمنٹ. جب دیش کا سامانیہ مانوی ایمپاور ہوگا تو دیش کا سوشل اور اکانومک ڈیولپمنٹ بہت تیز گتی سے آگے بڑھے گا. آج بھارت میں سینٹرل گورنمنٹ اور سٹیٹ گورنمنٹس کی قریب قریب 10,000 سروسز آن لائن اپلبدھ ہے. ساتھیوں، ایک سمے تھا جب پاسپورٹ بننے میں 2 سے 3 مہینے لگتے تھے، اب 1 ہفتے سے بھی کم سمے میں پاسپورٹ گھر آ جاتا ہے. نخست وزیر با تذکر نمودن از الغای ماده 370 قانون اساسی هند از حضار این جلسه خواست که از اعضای پارلمان این کشور برای به عمل آوری همچنین اقدام محکم قاطعی به حالت استاده تشویق نمایند. او گفت که ماده 370 مردم جموں و کشمیر و لداخ را از عمران و پیشرفت دور نگه داشته بود. ساتھیوں، ہماری پارلیمنٹ کے اپر ہاؤس لوور ہاؤس دونوں میں گھنٹوں تک اس پر چرچا ہوئی، جس کا دیش اور دنیا میں لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا. بھارت میں ہماری پارٹی کے پاس اپر ہاؤس یعنی راج سبھا میں بہمت نہیں ہے، باوجود اس کے ہماری پارلیمنٹ کے اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس دونوں نے اس سے جڑے فیصلوں کو 2/3 بہمت سے پاس کیا ہے. نخست وزیر مودی ابراز نمود که وقت برای مبارزه سرسخت قاطعی علیه تروریسم و کسانی که از تروریسم پشتیبانی می کنند فرا رسیده است. او عزم راسخ رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ نسبت به جنگ علیه تروریسم را مورد تحسین و آفرین قرار داد. امریکا میں 9/11 ہو یا ممبئی میں
26/11 ہو اس کے سازش کرتا کہاں پائے جاتے ہیں. ساتھیوں اب سمے آ گیا ہے کہ آتنکواد کے خلاف اور آتنکواد کو بڑھاوا دینے والوں کے خلاف نرنائک لڑائی لڑی جائے. میں یہاں پر زور دے کر کہنا چاہوں گا کہ اس لڑائی میں پریسیڈنٹ ٹرمپ پوری مضبوطی کے ساتھ آتنک کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. این رویداد هادی مودی در هاستون خودش یک رویداد نوین بوده و بسیار موفق گردیده، چنان که نخست وزیر نرندرا مودی آن را به خوبی بنا به بهترین هنر خطابتش و احساس روابط محکم تاریک او ابلاغ می نماید و اطمینان دهی این که کشورمان یعنی هند به جلو می رود مرتبط ساخت.